و صفحه 99. حیرت آور این که موفق ترین کشورها در کنترل و مدیریت شیوع در میان کشورها کشورهایی هستند که از پروتکل های سازمان بهداشت جهانی به صورت تام اطاعت نکردند. از اینجا دوباره شروع میکنیم که ببینید هر پروتکلی که WHO به شما میگه دروغه. اطاعت نکنی ازش، اطاعت اصلا کلمه اطاعت چیه؟ پیشنهاد میکنه، شما میتونید اون پیشنهاد رو قبول کنی یا نکنی. قانون که تصویب نمیکنه که بخواد اطاعت کنی. ولی چند تا مثال زده که مثالاش فوق العاده. مثالایی که آورده اینجا فوق العاده. اولی مثال، سوئد به عنوان نخستین کشوری که از اجرای قوانین قفل و قرنطینه، قبل قفل منظورش همون لاکداون بود، گفته قفل و قرنطینه امتناع نمود، در کنترل شیوع موفقیت بیشتری نسبت به کشورهای همجوار کسب کرده. بچه‌ها اینو دقیق با آمار بعداً بررسی می‌کنم، حالا فعلا بخونم واسهتون. در بخش دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرن. منم در بخش دیگری مفصل در موردش صحبت می‌کنم. اما سوئد کشوریه که 3 تا همسایه داره بچه‌ها: فنلاند، دانمارک و نروژ. جمعیت در واقع این 3 تا کشور روی هم 16.75 میلیون نفره. تعداد مرگایی که این 3 تا کشور رو هم داشتن 4331 بوده تا همین لحظه که در واقع باهاتون، حتی تا همین لحظه، نه تا اون وقتی گزارش چکمون گزارشی که اومده بود، یعنی 259 مرگ به ازای هر 1 میلیون نفر. سوئد کشورش، کل کشور سوئد 10.2 میلیون نفر جمعیت داشته. مرگ و میرشون 12,798 تا بوده. دقت کنید این عددو، یعنی 1255 در واقع مرگ به ازای هر میلیون نفر. یعنی تعداد کشته هاش 5 برابر کشورهای همسایه بوده نسبت به جمعیت. و این آقا ادعا میکنه که سوئد موفق بوده. خود سوئدی ها همچین ادعایی ندارن که این آقا داره ادعا میکنه. ویتنام کشوری با جمعیت 100 میلیونی که تنها با 2-3 هفته قرنطینه و اقدامات جالب تغییر بیمار توانست شیوع رو بدون تقریبا هیچ تلفاتی پشت سر بذاره و جمعیت 100 میلیون نفری این کشور نه چندان تر بدمن و در حال توسعه در واقع مهار کنی کرونا رو شایع نشه توی اون. من در مورد ویتنام رفتم یه در واقع مطلب پیدا کنم که ببینم داستان ویتنام چی بوده. اولی که بهتون بگم بچه‌ها، ویتنام برخلاف خیلی از کشورها یه تجربه خوب داشت از در واقع پاندمی که سال 2003 که اون بالا هم خودش نوشته بود. هی تاکید میکنه 2003، بعدم میفهمین چرا تاکید میکنه. یه تجربه خیلی خوب از اون داشته و یه در واقع پیش زمینی ذهنی از مقدار خطرناک بودن این بیماری داشت و میدونست چه کارهایی باید انجام بده. اما این آقا ادعا کرده که این بالا، نگاه کنید بچه بهتون میگم تناقض، واقعا تناقض، اینی من هیچ جوری نمیتونم حذف کنم. گفته سوئد از موفق بوده. چرا؟ به خاطر اینکه از در واقع پروتکل های سازمان بهداشت جهانی پیروی نکرده. اینجا گفته که ویتنام تنها کشوری بوده که فقط 2-3 هفته در واقع قوانین قرنطینه رو داشته و اقدامات جالب ترغیب بیمار. حالا در مورد اون باهاتون صحبت می‌کنم، ترک سیستمشون چه جوری بوده. و گفته فقط 2-3 هفته قرنطینه کردن. 2-3 هفته باید قرنطینه. بذارید من مقاله ویتنام رو واسه تون بیارم و ببینید چرا این کشور در کنترل کرونا موفق بوده. 2-3 هفته فقط قرنطینه کرده دیگه همه چی اوکی شده. Emerging COVID-19 Success Story: Vietnam's Commitment to Containment. Sorry، ببخشید من اشتباه خوندم. Containment. یه مقاله بند خدایی نوشته گفته که چرا در واقع ویتنام موفق بوده توی کارهایی که انجام داده و خیلی راحت تونسته بیماری رو کنترل کنه. یه اوورویو از کشور گفته و گفته که 100 میلیون نفر حل باشه جمعیت داره. من این هم لینکشو میذارم کامل بخونید، فوق العاده جالبه. اما میخوایم ببینیم چی کار کرده این کشور. فقط 2-3 هفته در واقع قرنطینه کرده و همه چی حل و فصل شده اونجا. من اگر بیام اینجا رو چک کنم، نوشته اولین چیزی که نوشته ویتنام در کنترل این بیماری موفق بوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تونسته خوب تشخیص بده این بیماری رو. چرا؟ به خاطر تست هایی که انجام داده. بچه‌ها ویتنام یکی از بالاترین آمار در واقع تست پی سی آر رو داشته نسبت به بیماری. در واقع مقیاسی هست که
بیان میشه به خاطر اینکه ببینن کشورها چقدر موفق بودن در کنترل، در واقع تشخیص این بیماری. میگن مثلا به ازای هر بیمار چند تا تست انجام شده. کرونا در بحبوحه، در واقع کرونا ویتنام در بحبوحه کرونا به ازای هر بیمار 1000 تا تست انجام داده بود. بچا کشور دوم توی این حوزه نیوزلند بوده با در واقع 50% اختلاف. یعنی نیوزلند به ازای هر تست، به ازای هر بیمار 500 تست انجام داده بود. من اگر بیام پایین‌تر اینجا نمودارشو گذاشته، خیلی هم باحال میتونید خودتون بررسی کنید. می‌بینید ویتنام 19 دسامبر 2020 در واقع اوج اون کاری بوده که انجام میداده، به ازای هر بیمار 1000 تا تست انجام داده. کشور دوم نیوزلند 500 تا تست، بعدش استرالیا، بعدش تایوان، همون تایوانی که اسمشو میبره، بعدش سنگاپور. این مورد اول. مورد دوم سیستم کانتکت تریسینگ. بچه سیستم کانتکت تریسینگ چیه؟ کانتکت تریسینگ یا همون سیستم تعقیبی که ایشون گفته اینه که مثلا من میخوام وارد فروشگاهی بشم، یه دونه بارکد هست اونجا و اون رو اسکن میکنم با گوشیم، هر وقت میخوام وارد شم اسکن میکنم، هر وقت میخوام خارج شم باید در واقع چک اوت کنم یا بگم که من دارم خارج میشم. فرض کنید مثلا من الان ساعت 4 تو فروشگاه کلس هستم و مثلا 4 و نیم خارج میشم. اگر یه بیماری که توی در واقع کیسش مشخصه، یعنی 4 روز بعد یه بیماری تستش مثبت شد و مشخص میشه 4 روز قبل این توی اون فروشگاه بوده، توی اون ساعت، توی اون ساعتی که اون بیمار اونجا بوده و یه مقدار قبل و بعدش، به همه اون افرادی که اونجا بودن زنگ میزنن و میگن پاشین بیاین تست پی سی آر بدین. چرا من اینجا گفتم در واقع این پی سی آر رو مطرح کردم؟ به خاطر اینکه این همین آقا توی فصل‌های بعدی کتاب تست پی سی آر رو زیر سوال میبره و میگه این تست دقیقی نیست واسه تشخیص بیماری. اگر این تست در واقع دقیقی نیست، پس چطور این کشور ازش استفاده کردن برای تشخیص و موفق بودن به خاطر این تست؟ کانتکت تریسینگ هم بهتون گفتم بچه، اما این واسه همه کشورها قابل انجام نیست. برای کشوری مثل ایران قابل انجام نیست. حالا ویتنام پاشه بیاد تو سازمان بهداشت جهانی بگه آقا کانتکت تریسینگ بذارید. کانتکت تریسینگ وقتی جواب میده که تعداد بیمارتون خیلی کمه. وقتی شما مثلا 80000 تا بیمار داری، 40000 تا بیمار تو روز داری، میخوای کیو تریس کنی؟ چند میلیون نفر رو میخوای تریس کنی؟ بس این برای اون کشوری که این سیستم رو از قبل راه اندازی کرده بودن و تجربه داشتن توی این زمینه. استرالیا هم این سیستم رو اجرا کرد، نیوزلند هم این سیستم رو اجرا کرد. اینجا مفصل در واقع در موردش صحبت میکنه واسه شما. کوارنتین، قرنطینه، که این آقا میگه فقط 2-3 هفته قرنطینه بوده. بچه‌ها بخونید ببینید چه قرنطینه های اعمال کرده. توی یه مورد 1.5 میلیون نفر رو که فقط تو همون سیستم کانتکت تریسینگ لینک بودن به یه نفر، قرنطینه میکنه، میگه یه جا بمونید. بعدش قرنطینه‌هاش خیلی جالبه. قرنطینه‌هاش مثلا توی یه منطقه، فرض کنید مثلا تو نارمک 2 تا بیمار پیدا می‌شده، کل نارمک رو قرنطینه می‌کرد واسه یه مدتی و این قرنطینه‌ها تعدادشون بسیار زیاد بود و مدت‌های طولانی بودن. در واقع بعدیش هم گفته infection prevention and control in healthcare setting. خب گفتم در واقع سیستمش از قبل آماده بود برای همچین اتفاقی. targeted lockdowns، دقت کنید، باز هم گفته که قرنطینه و لاکداون، همون قفلی که گفته انجام شده. بقیه مقاله رو بچه برید خودتون بخونید، خیلی مفصله. و گفته باز هم قرنطینه کردن که کسی از این منطقه نره اونجا، مسافرت از این شهر نداشته باشه اون شهر، و و و دلایل کامل و مفصل گفته. پس 1، ویتنام از قوانین سازمان جهانی بهداشت در واقع تبعیت کرده و موفق بوده برخلاف اون چیزی که شما داری ادعا می‌کنی، و 2، خیلی هم سفت و سخت این کارو انجام میداده. بریم کشور بعدی، تایوان، که در موردش صحبت کردم. دستورالعمل‌هایی که نمیشه بومی اینا همشون در واقع داستانیه که خودشون توهم دارن در این مورد، برای اینکه تنها علت موفقیت تایوان یک سیستم در واقع پیشگیری و تشخیصش بوده، و 2، از همه مهمتر موقعیت جغرافیاییش بوده. بچا کشوری مثل تایوان نمیتونید با انگلیس مقایسه کنید. انگلیس محل عبوره، گفتم تایوان گوشه دنیا افتاده. اصلا کسی کیو مثلا شنید واسه تعطیلات مثلا هالیده واسه در واقع تعطیلات تفریحیش پاشه بره تایوان؟ خیلی کم نسبت به اون کسی که میرن لندن. پس بنابراین موقعیت جغرافیاییش بوده که باعث اینجا شده. اینجا یه کشور دیگر رو مثال زده که همسایه ایرانه و خیلی کشور باحالی، احتمالاً خیلی از شما در موردش خیلی کم میدونید به خاطر اینکه خیلی کشور کم حاشیه‌ایه. بچا ترکمنستان گفته که کشوری بدون کرونا، گفته صفر بودن کیس های کرونا توی ترکمنستان.
ادعای این کشور مبنی بر عدم ثبت ابتلا به کرونا با اعزام هیئتی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و تحقیق دهروزه در بیمارستان این کشور مورد بررسی قرار میگیرد. ادامه زده یک. آره رفرنس زده باعث ازم میگفته پاورقی حالا رفرنس آورده. گفته بسیاری از مخالفین تاجیکستان رو به دروغی و پنهان کردن آمار تلفات خود متهم ساختن و عدم وجود سیستم تشخیص و آماری مدون در این کشور را دلیل این واقعه دانستن. یعنی خودش هم گفته که حالا این کشور داره دروغ میگه. ما بذاریم یه مقاله باحال بهتون نشون بدم در مورد این کشور. بچه یه دید کلی اگر بخوام در مورد ترکمنستان بهتون بدم، یه چیزی مثل کره شمالی اما یکم بهتر، یکم آزادتر، اما از لحاظ سیاسی فوق‌العاده بسته و این در واقع کسی که نخست وزیرشون یا حالا رئیس جمهورشون دقیقاً نمیدونم سیستم سیاسیشون چیه، مدت هاست که توی اون مقام و عوض نمیشه. اما ببینیم چطور در واقع موفق شدن کرونا رو در واقع جلوشو بگیرن. من دو تا لینک واسهتون میذارم بعداً برید مطالعه کنید، فقط میخوام یه چیز باحال بهتون توی این دو تا لینک نشون بدم. این آقای محمدیف یا همچین اسمی داره، در واقع اسمش یه بردی محمدوف همچین اسمی داره که در واقع پرزیدنت همون رئیس جمهور ترکمنستان داشته. Explain the strange case of Turkmenistan, the country with no COVID-19 case. اول اینکه این آقا گفته رفتن تحقیق ده روزه انجام دادن، هم چیزی نیست. این کارشناسای سازمان بهداشت جهانی گفتن پاشین بیاین هم این کشور هم تاجیکستان. ایشون اصلا راه نداده، یعنی اومدن راه نداده برگشتن کارشناسش. این نکته اول. نکته دوم، شاید توی این لینک واسهتون جالب باشه، خبر بی بی سیه. خب خیلی از لحاظ در واقع سیاسی بررسیش نکنیم چون واقعا مهم نیست از لحاظ، اما وقتی این رو بخونید میبینید که دو تا نکته جالب میبینید. این کشور تنها ادعا نمیکنه کووید نداره، این کشور ادعا میکنه که من هیچ مورد HIV هم ندارم. میگه من هیچ مورد HIV ندارم. یک. دو، تجویزش برای در واقع پیشگیری از کووید دو چیز بوده. در واقع همین آقای بردی محمدو دو تا تجویز داشته. یکی گفته که من پیداش کنم بعدم برید بخونید. یکی گفته که دستاتون رو بشورید و دوم گفته که اسفند دود کنید. این تجویز این آقا بوده واسه در واقع بررسی کرونا. دیگه خودتون میتونید متوجه شید از این کسی که گفته اسفند دود کنید برای بررسی کرونا این در واقع چه معنی میده. و یه چیزی شبیه همون روغن بنفشه خودمونه، فقط اون کسی که اینو گفته در رأس قدرت و همه باید در واقع ازش اطاعت کنن. یه نکته هم بهتون بگم، سفیر یکی از کشورها در واقع اونجا فوت کرده از کرونا، حالا زنش رفته شکایت کرده گفته که من شوهرم با در واقع علائم در واقع درگیری ریو پنمونی رفته بیمارستان، به جای اینکه درمانش کنن در واقع از طریق داروهایی که حالا یا سیستمی که برای کووید هست بهش آنتی بیوتیک تزریق کردن، روز به روزم حالش بدتر شده، آخرام فوت کرده. حالا در واقع سفیر کنیتی که از اون کاردارهایی که اونجا هستن حالا شکایت کرده از دولتشون. این هم داستان ترکمنستان. من دوتا لینک واسهتون میذارم خودتون بررسی کنید. آیا شیوه مدیریتی و مراقبتی تایوان و ویتنام از سوی سایر کشورها قابل اجرا نبوده؟ نه نبوده، به خاطر خیلی چیزی که خدمتتون عرض کردم، به خاطر موقعیت جغرافیایی تایوان خیلی کشورها ندارن، تقریبا خیلی هیچ کشوری خیلی کمن تعدادش انگوش شماری که دارن. دو تای ویتنام یه سری سیستم راه اندازی کرده و در واقع یه سری امکانات داشته از تجربیات قبلیش برای خیلی کشورها، اصلا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تعداد جمعیت، از لحاظ در واقع تعداد بیماران و موجی که تو این کشور افتاده نه امکانش نبود انجام بشه. فقط یه نکته این در واقع دوستمون اینجا نگفت، یعنی این کشوری که اعلام کرد، چرا ترکمنستان که در واقع هیچ کیسی نداشته رو گفتی، چرا کره شمالی رو نگفتی؟ کره شمالی هم هیچ کیسی نداشته، کیسش از در واقع اول 0-0 بوده، چرا اونو بیان نکردی؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما یکم بالاتر از خجالتشون در اومده بودی. اگر در مورد ترکمنستان هم مینوشتی، یه مقدار در واقع تحقیق میکردی، یه مقدار در مورد سیاسی در واقع اون شرایط سیاسی اون کشورش در واقع اطلاعات کسب میکردی و اینجا میووردی، ترکمنستان هم از توی اون گزینه‌هایی که نوشتی حذف میشد مثل کره شمالی. و اگر در مورد تایوان و ویتنام هم بیشتر توضیح میدادی باز هم مجبور بودی حذف کنی، یا تناقضی که بین
در واقع ویتنام و سوئد هست توی حرف ها. یه سوئد رعایت نکرده واسه همین موفق بوده و بعد همین رو تکرار میکنه چندین جای دیگه و ویتنام هم مثال زدی به اون کشور موفق. اینا دو تا سیستم متفاوت رفتن جلو. تازه سوئد هم بعد از این مدت گفت با اشتباه کردیم، این اشتباه ما بود، پذیرفت واکسیناسیونش، الان یکی از بالاترین ریت هاست.